بینندگان عزیز، برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مسجد وینسور در جنوب غربی استان آنتاریوی کانادا در رویداد روز مسجد باز به استقبال از ده ها غیر مسلمان رفت. این رویداد که به مدت دو روز برگزار شد و فرصتی برای آشنایی مردم با اصول اسلام و فرهنگ اسلامی فراهم کرد. شرکت کنندگان از امکانات مسجد باز بازدید کرده و در مورد ارکان نماز و وضو توضیحات دریافت کردند. همچنین گفتگوهای آموزشی و بحث‌های فرهنگی در این روز برگزار شد. امام مسجد هدف این روز را فراهم کردن فرصتی برای درک مستقیم اسلام و برقراری ارتباط فرهنگی عنوان کرد. مسلمانان در ایالت مینسوتای آمریکا موفق به گذاشتن سنگ بنای اولین قبرستان اسلامی این ایالت شدند. این پروژه پس از تقریبا 10 سال تلاش و عبور از موانع متعدد به ثمر نشست. قبرستان جدید با مساحتی بیش از 72 هکتار قابلیت ارائه نزدیک به 50,000 مدفن را دارد و به مسلمانان منطقه خدمت خواهد کرد. افتتاح رسمی این قبرستان تا ماه می 2025 برنامه ریزی شده است. مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی در مینسوتا اشاره کرد که این پروژه با چالش‌های زیادی مواجه بود. هزینه خرید زمین 900 هزار دلار و هزینه توسعه آن حدود 1.5 میلیون دلار تخمین زده می شود. استانبول به زودی میزبان یک نشست دو روزه برای بررسی برابری جنسیتی و تغییرات اقلیمی قبل از کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل خواهد بود. این نشست توسط برنامه توسعه سازمان ملل UNDP و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با همکاری دولت ترکیه برگزار می شود. هدف این نشست تاکید بر افزایش سرمایه گذاری در برابری جنسیتی به عنوان محرکی برای اقدامات اقلیمی است. مدیران سازمان‌های بین‌المللی بر اهمیت ایجاد سیاست‌های پاسخگو به جنسیت و افزایش مشارکت زنان در مشاغل سبز تأکید کردند. این رویداد با هدف تقویت همکاری‌ها و تلاش‌های جمعی برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تحقق اهداف پایداری برگزار می‌شود. گزارش جدید هشدار می‌دهد که بیش از نیمی از تولید غذای جهان در 25 سال آینده به دلیل بحران آب در خطر است. با افزایش کمبود آب و شدت یافتن بحران اقلیمی، پیش بینی می‌شود تا پایان این دهه تقاضا برای آب شیرین 40% بیشتر از عرضه باشد. این گزارش تأکید می‌کند که کشورهای در حال توسعه نیاز به منابع مالی برای بازسازی سیستم‌های آب خود دارند. همچنین لزوم همکاری جهانی برای مدیریت منابع آب و جلوگیری از تخریب اکوسیستم‌ها مطرح شده است. در شهرستان پیلیبت ایالت اتار پرادش هند، دو رهبر واژراگانگ دال به نام‌های سانجی میشرا و ویک میشرا به خاطر اظهارات توهین‌آمیز علیه پیامبر اکرم در یک جلسه عمومی در تاریخ 13 اکتبر مورد شکایت قرار گرفتند. شاکیان مسلمان در شکایت خود اعلام کردند که این سخنان موجب تحریک و خشم جامعه مسلمان شده است. ویدیویی از این سخنان در شبکه‌های اجتماعی پخش شده و اعتراضاتی را به دنبال داشته است. پلیس بر اساس این ویدیو و شکایات مسلمانان پرونده‌ای ثبت کرده و تحقیقات در حال انجام است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد و دانشگاه اکسفورد، بیش از 1 میلیارد نفر در سراسر جهان در فقر شدید به سر می‌برند و دسترسی کمی به غذا، برق و آموزش دارند. از این تعداد 455 میلیون نفر در مناطق جنگی زندگی می کنند و نرخ فقر در این مناطق 3 برابر بیشتر است. همچنین 584 میلیون نفر از فقرا زیر 18 سال هستند. کشورهایی مانند هند، پاکستان و نیجریه بیشترین میزان فقر را دارا هستند. نخست وزیر کانادا جاستین ترودو با اشاره به احتمال دست داشتن دولت هند در قتل رهبر جدایی طلب سیک هاردیپ سینگ نیجار در خاک کانادا این اقدام را اشتباهی بزرگ خواند.
پلیس کانادا نیز دیپلمات‌های هندی را به مشارکت در این قتل متهم کرده است. هند این اتهامات را رد کرده و ترودو را به سوء استفاده از جامعه سیک‌های کانادا برای منافع سیاسی متهم کرده است. روابط دو کشور از سال گذشته به شدت تیره شده است.